شماری از دکانداران جوار ناحیه اول شهرداری کابل در منطقه باغ قاضی شکایت دارند که شماری از زورمندان در توانی با مافیا تلاش دارند تا زمین‌های استملاک شده دولتی را در این منطقه غصب و آن را در اختیارشان درآورند. آنان میگویند که بیشتر از 20 سال می‌شود در اینجا که ساحه دولتی از کاروبارشان را آغاز کردند و این زمین‌ها را دکانداران از شهرداری کابل به اجاره گرفتند، اما چند سال محدود می‌شود که شماری از افراد بالای این زمین‌ها دعوا کردند و زمین‌های دولتی در توانی با مسئولان در شهرداری کابل به اشخاص واگذار گردیدند و شماری از دکانداران کرای دکاکینشان را اکنون به این افراد می‌پردازند. این دکانداران میگند افرادی که حدود 4 یا 5 دهه بیشتر صاحب این زمین ها بودند و توسط حکومت خلق و پرچم وقت جایدادهایشان مطابق ماستر پلان شهری استملاک شده و آنان به حق خود نیز رسیدند. اکنون دوباره دعوایشان را بالای این زمین ها که میلیون ها دلار ارزش دارند شروع کرده و قسمتی از آن را دوباره به فروش رسانیدند و اکنون تلاش دارند طرف مقابل جاده که دکاکین خوراک فروشی، سرای ها و هنگرهای تجارتی در آن ساخته شده است را نیز در تصرفشان درآورند. می جای سال 75 شهروالی با ما عریضه کردیم، این خندک بود، با کلی مردم معلوم از این طرف سرک خندک بود، دو سی متر چکر بود. ما عریضه کردیم این با پی نفر یک دکان داره، 30-40 نفر اینجا دکاندار است، یک بار فامیل یک دکان داد، کانتینر او رو دکان جور کردیم، ما خندک هم خودی ما پر کردیم و پیسی خودم مردم پر کرد، پیسیش به شهروالی تحویل میکردیم. کرایشا ما با ما اسنا کتابچم داریم، تعرفه بانگم داریم، ما چی داریم. به این روزا وقت می اصلا آقا بود اینجا یک نفر پیدا شد که جای از ماست. ما تو ما خواست شهروالی گرفتیم، ما خواست تو نگرفتیم که آقا تو باش ما چی کردن برو بگی. گفت نه سری ما رب دم کمر زکت اصلا ولی که وقت دم کمر زکت مکما ما را نی پرسان چی فیصله کرد که دکانشم تخلیه کو هاوی کدر پیسہ بچ بیت حالی از برای خدا خود تو از نایه پرسان کو دیگه کو هیچ کس پرسان نکرد. محکمه فیصله کرد که شما دکان رو تخلیه کنین و کرایه رو به می شخص بده. به شخص بیت ها دکان چه رقم تو بی از اون سر تا اون سر کلی 50 60 دکان است. یک دکان یعنی می دکان ارزا کرد یعنی می کی نمک است، یکی اون او طرف است، یکی او طرف است، دیگر اگر اگر دولت با اگر دولت با شوخه می کنه که دولتی است، اگر شخص باشه نو چرا اگر سی دکان عزیز دیگه شخص کس نه کتاب نو با این رقم ای حکومت چی ما دو حکومت اون می داریم که اگر از حکومت باشه غبر خود بکنه ما را هزار نته ما را چی نکنه برج اختار میته چی میکنه یک دل است نامش سید عبدالله است، او خو یک نام نمونه است، دیگه پشتش یک به نام اپیز است، یک دو تای دیگه است نامش ما نمیشناسیم، خود برویتن میشناسیم دیگه، گای اختر میته و گای پتکه میکنه و گای میگو میکشیم گای میگه چی میکنیم. ما در حکومت همی تکزن اگه از می جای عزی باشه ما رضا نتا بگوی که جای عزیز که ما بر جیلا کنیم، اگه از دولت باشه ما توانی ما را مصرفی ما را چی ما بیده دولت از ما بگیره، این چی کار است دولت دارد و دولت بگیره است بشم هیچ چی بکنش نداریم. حتمی پیسه تر کده چی تر کده که غیر غیابی آل ده مکمه دو نفر جانب مقابله کتن چی میشانه که تو چی کار چیستی هی و غیر ما غیابی فیصله شده، یکی دوم دیگر نمیشته کده ده لوی سرندولی که یه مردم ها کرانشین ماست، ما خود تو ما رو خو نشان دیدیم، یا ما سال 75 دکان ها کلش غندق بود، با کل دنیا معلوم است کتابچه داریم از دولت، طرفه داریم از دولت که ما در دولت تحویل کردیم پیسه، این رفته گفته که کرانشینای ما را تو نشانده ای نه تو سر ما کدام حق داری، ما دولت نمی تا قضا رو داریم که همین مردمایی که نمی چورو چپاول میکنن. شما چند سال میشه اینجا هستید؟ ما سال 75 دکان رو جور کردیم، این غندق بود سال 75 و چقدر وقت میشه که یه آدم آمدن میگه این دکان از ماست؟ 5 سال میشه، 4 سال میشه که مردکه پیدا شده. خودش هم نیست، نفرایی است که کل اختار میته و دیگه میته و دیگه میته، کل این مردم است. بستونتر ما خالیست، دو جریب زمین است، کل از مردم کرا میگیره، او سونه کرایشه که گرفته ای سونه ما در دولت کرا میتیم میگه ایم از ماسته، او سونه سرک خود سودا کردند، او سونه سرک از ای خود چقدر زمین 15 ست و چند متر است، چقدر است از 20 هزار متر هم زیاد سودا کردند.
چقدر ارزش داره این زمین ها؟ این زمین ها زیاد ارزش داره. چهار لک دلار، سی و نیم لک دلار به سپه ازی سودا میشه. 11 جایداد یه آدم ادعا داره که من وکیل عده و زکی هستم. تا حال ثبوت نام نشده که عده و زکی در کجا هست. خواهده و زکی بیساک زمین برش برسه یک سه بسپه. این طالب بعد تقریبا 5000 چقدر متر زمین خودش میگه ما سودا کردیم. همین الان اون سایه بعد مکمل دو نیم جریب سه جریب زمین در قبضه دست عزیز که در سایه ما اومده میگه یا مزمز دیگه باید این بعد یک بررسی شوه، یک آیت با صلاحیت بعد تعیین شوه که از اینجا بعد یک ذره باز چی کنه بازخواستی کنه پرسان سوال شوه. ما از سال 75 تعرفه داریم تا 87 تا حالا ما تعرفه داریم از شاروالی. این تاریخ ما است و این زمین همین دو طرف سرک سرنوالی خودش تثبیت کرده که دو طرف سرک استملاک شده دولتی است و حسن آقا این را امروی سید عبدالانم، حفیظ، آجی قاسم و چند نفرهای زورمند یک سناتور است به نام انفی که پشت از یا همیشه وقت در هر دفتر و در هر جای میگرده پشت از یا امروی از یا هم دست است و این می نفر است که این زمین های دولتی را کلش غصب کرده و این از چیز 5000 مترش چقدر فروخته و دیگر بسیار زمین است که اینجا حاضر از پیسیش بگیره کرایش و کل زمین های دولتی استملاک شده و این امی عبدالانام از دو دختر علی اکبر چیز وکیلش است که زمیناش تماما استملاک شده. دمی 11 جایی که استملاک شده بود علی اکبر کلی زمیناش استملاک شده. دکانداران در منطقه باغ قاضی میگویند در این محل از دان چمن منطقه باغ نواب تا چوک باغ قاضی زمین های زیادی که استملاک شده و دولتی هستند، اما توسط افراد زورمند در توانی با اشخاص و افراد در شهرداری کابل غصب و آن را به فروش رسانیدند. کوکنون بلند منزل های زیادی در آن ساختمان شدند. این سند ها نیز نشان می دهد که استملاک زمین های این منطقه نیز در زمان های بیشتر مطرح بحث بوده است. همکنون قضیه دعوای حقوقی این جایدادها در قضایای دولت و ریاست حقوق ولایت کابل جریان دارد. در سال 1395 این قضیه به اداره دادستانی کل کشور رسیده است. رئیس سرانواری کنترل و مراقبت این اداره با صدور مکتوب عنوانی شهرداری کابل نگاشته است که بر اساس ادعای صورت گرفته صاحبان ملکیت های استملاک شده در هماهنگی با حسین آقا رئیس پیشی ناحیه اول شهرداری کابل زمین دولت به ملکیت شخصی برگردانده شده است که اداره سرانواری این قضیه را بررسی کرده و آن را غرض اجرات بعدی به اداره شهرداری کابل فرستاده است. در گزارش تحقیقاتی املاکی هیئت مختلط پیرامون این دعوای حقوقی واقع باغ قاضی ناحیه اول شهرداری کابل که متشکل از ریاست املاک، ریاست اراضی ولایت کابل، ریاست قضایی دولت و مدعی سید عبدالله تشکیل شده بود، آماده است که 5246 متر مربع زمین به فروش رسانده شده است و در زمین های دیگر دو کوکین و هنگرهای تجارتی مرگردند، در حالی که حوزه های استملاکی از استملاک شدن این زمین ها گزارش ارائه کردند. در این مکتوب ریاست عمومی قضایی دولت نگاشته شده است که ریاست محترم استملاک شاروالی کابل طی نامه 3668 سال 1397 17 ورق اسناد و مدارک را ارسال و قراره که ملاحظه گردیده است در سال 1341 جایدادهای تثبیت شده اسامی محمد نعیم 14397 متر مربع است که 3118 متر مربع آن استملاک گردیده است و سید عبدالله از ورثه محمد نعیم و علی اکبر نمایندگی کرده نمی‌تواند. کمال استملاک دولت است یا در حق رسیده که تنها این سایه نیست که اگر شما بررسی کنین از پل آرتن تا دانه چمن هم این مربوط دولت میشه که بعد بدقت بررسی شود. خب من تو ما که در محکمه رفتیم در قضای دولت رفتیم
اینه این استملاک اینه مکمل از باغ قاضی تا باغ نواب این استملاک شده یا کلش در حق رسیده. وقتی که ما در قضای دولت میریم همه روزه به عدد مطبوعات میگه که شما کلی ما همکاری کنین. وقتی که ما کلی دولت خود همکاری میکنیم میریم در قضای دولت ما رو میگه شما چی کار هستین که به عدد دوام میکنین. ما که به عدد که در سال 75 و بیسار پول زیاد این خندق ما جور کردیم که رایش تا فعلا در دولت گرفته اون اسلام که ما داریم بعد که خود شاروالی ما رو گفته که بعد برای ما کرایه داده. ما که در ادارات که میریم صدای ما رو کسی نمیشنوه، یک تعداد مامورین دولت که از یا هم دست بعد ایسا که در عدد اسنادای جلی هستن. خب بعد با توکل از خدا ما خود اسنادای جلی از یار کلش رسوا کردیم. خب منتها ما از عدد از کارمندای دولت از مامورین دولت خواهش مندیم که ما همکاری کنن که بعد این رئیس نایه ما خوش هستیم رئیس نایه که نو است بسیار که ما همکاری کرده که اسنادای جلی از یار رسوا ساخته. خود شاروال هم تثبیت کرده که سایه از ما است. دیگه ما ریاست حقوق و بعد از ریاست چی خواهش میکنه به همین قضای دولت که همراه ما همکار باشه که بعد همین دست زمین از چنگ مافیا و قبضه دست خود بگیره که بعد اینجا مسئله نقص بسته ملت است. ما خود برای خود دعوا نداریم که زمین پدر ماست. ما میگیم که زمین ملت است. خب بعد تا فعلا خب بعد ما کرا دادیم شاروالی را. دیگه نمی خواهش داریم که دولت که ما همکار باشه ما که دولت همکار باشه. ما که علیزه که روی سرانوالی انطلاع داریم که او مردم همی زمین دولتی است دو طرفی سر گو برسی کردن اسنادش است با چی کرده با گفته که دو طرفی سرک دولتی است شما سروال نایر گفته که شما پلان خود عملی کنید این با شاروال سبا علیزه کردیم این شاروال سبا آیات این کرده این ای طرفشم چی است جای دولتی است شما برسی کنید آیات ای امی تمام یانه ایجا ایجا چینی میشته کده نایا که جای 14000 چند متر کلی چی شده استملاک شده او سیات است دیگه مکتوب دیگه رقم نمیشته کده دیگه مکتوب دیگه رقم نمیشته کده ما دمی حیران هستیم که یک حکومت از یک کتاب سی رقم چی چطور میگیره یکی دس نداشته باشه این ایجا بیبی انجینری نمیشته میکنه چارو یک طرف املاک شاروالی نمیشته میکنه که این طرف شرکش علی اکبر است این طرف سرک است و طرف چی نایه نمیشته میکنه زورا بیگیم این دیگه وودو چی میکنه خو امی که نمیشته که دیچه رودو امی جای است کیست خیلی ما گوتیم امی جای خیلی مشخص کنی که این است کی است این را چی نمیکنه این از انجنری نایه است این از اوخو که اما از شاروالی که چی برش بردیم که امی جای خواهد شما است علی ما رو چیز رو چی میکنی؟ با خدا اگه میره پرسان کسید مکتوب میته خوب بیه مانه آدم هایی که زورمند که تزوی ساده است ما خب بیچاره و غریب هم بیچاره است ما ایتو آدم های غریب هستم سک کل ما دکاندار نمک بوس چیزا در دکان های ماست اگر زورور میبودیم ما میکردیم رئیس نایه آمد گفت دکان چپه میکنم خود من شخص هم اینجا گفتم تو اگر مرد سی تو دکان مرا چپه کو اول مرا بکش باز دکان مرا تو چپه کو تو چه حق داری که دکان مرا چپه میکنی نفرای نایه و حوزه گو بیا بیدر بریم باز گپ میزنیم سه چهار دکان ما را چپه کرد مالای ما دزدی شد دیگه شد باز رتن در پارلمان عریضه کردیم پارلمانش تلبیز در مابین پارلمان او را منفک کرد باز یک سال دو سال در خانه خانه نشین پس آمد باز آمد این حالش امی حسن آقا این حال اینا گم شده این رئیس نایه نو که هسته خیلی کت ما همکاری کرد چیزی کمی دوستی های منافق حسن آقا بود کلش بر ما کشید حسن آقا چی کارهایی کرده اینجا؟ حسن آقا چیزی که همی ظلم بود همی صاحب آقازی سر مسکین رو بچاره کرد مثلا چه قسم؟ جای جای دولت کل در قوم و در سیال خود یاد داد و فروش داد امیال کوچه جفریه را سه کده اینجا یک بلند یک دکان جور نمیشه کوچه جفریه را حسن آقا کلش چهار منزله و پنج منزله جور کرد از قوم خود کلگی قوم پرست است ما میتونم مظلومه رستم دولتی و شخصی را جور کرد دولتی را خود مکمل کلش را گم کرد تو را شریکه او را کرد تو شریکه کلش را خورد پیام ما بسیار واضح است بر شهروندان عزیز شهر کابل نه تنها در ناحیه اول بلکه در تمام نواحی و تمام شهروندان عزیز خودی وعده را می سپاریم که به محض اینکه همانطوری که در دو سال گذشته در اکثر مواردی که گزارش های آمده اونا مورد پیگرد قرار گرفته
این مورد هم پیگیری خواهد شد و اسنادی که موجود است این اسناد بررسی خواهد شد، اسنادی که تاکنون به دست آمده و چنانچه ما پیشتر گفتم دعوی هم در محاکم جریان داره که از سوی قضایای دولت. طبعا شما میدانیم که اداره محترم قضایای دولت هر موردی که یک طرف دعوایش دولت باشه به نمایندگی از دولت افغانستان اونا را پیش میبره که این قضیه هم در محکمه هم تحت کار است و شهرولی کابل هم طبعا این را پیگیری میکنه و این را وعده میتونه بر تمام شهروندان عزیز. باشندگان بومی ساحه باغ قاضی میگویند این منطقه ساحه تاریخی است و غصب زمین های آن از سوی مافیا در تبانی با شماری از افراد در شهرداری کابل مدیریت میشود. نه تنها در ساحه باغ قاضی، در قسمت های مختلف مربوطات نایه اول شهرداری کابل که زادگاه موج است، من کاملا مطلع هستم که به همکاری برخی از مسئولان فاسد شهرداری کابل و نایه اول شهرداری زمین ها با اسناد تقلبی، با ساختن اسناد جعلی به فروش رسیده به افراد اشخاص، جاهایی که عامل منفع بود، جاهایی که مربوط به مردم بود، جاهایی را که حکومت ها در گذشته برای سهولت مردم سفید گذاشته بود. اکثر این نقاط متاسفانه در طول 16-17 سال پسین از سوی حلقات مافیای زمین به واسطه کارمندان فاسد هم مرکز شهروالی و هم نایی اول شهروالی به فروش رسیده. آرزو داریم از طریق برنامه شما ای به جدیت کامل پیگیری شود و فاسدا را، حلقات فاسد را به پنجه قانون بسپارین، ورنه مردم نایه اول چه در خارج از کشور زندگی میکنن یا در داخل از این برخوردها بسیار زیاد تشویش دارن و نگران هستن و نقاطی را که به فروش رسیده بعضن ساحات تاریخی هست در نایه اول که او باید حفظ میشد چون نمادی از فرهنگ کابل است، نمادی از تاریخ کابل است که نباید این گونه ظالمانه امروش برخورد صورت می گرفت. حکومت وحدت ملی در طول 4 سال هم در بخش امنیت، هم در بخش مبارزه با فساد اداری و در بخش مبارزه علیه مافیای زمین متاسفانه ناکام بوده. دلایل متعدد در این راستا که موجب ناکامی حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری، با غصب غاصبین زمین موجب شده، متاسفانه دلایل متعددی وجود داره. از آن جمله سهم شدن یا شریک بودن بعضی از سران حکومت در کارهای کلان، پروژه‌های کلان فساد اداری از یک طرف، از طرف دوم عدم توجه به تطبیق یکسان قانون در برابر شهروندان، در برابر غاصبین، مسائل تبارگرایی، مسائل دودمانگرایی و تعدد نهادهایی که در راستای مبارزه با فساد اداری و در راستای فسادزدایی مبارزه میکنند، متاسفانه موجب شده که امروز بعد از 4 سال افغانستان به یکی از فاسدترین کشورهای جهان مبدل شد. از طرف دیگر حکومت کاری که کرد متاسفانه فساد آماد در یک نقطه متمرکز ساخت که اون ارگ است. اداره تدارکات ملی افغانستان متاسفانه قلب فساد افغانستان است و مادامی که تا ما نتانیم در گراف عمودی فساد زدائی کنیم و تا مادامی که ما نتانیم کارگزاران صادق در این راستا با برنامه های مدون مأمور بسازیم که در خدمت شهروندان باشند و در شرف تطبیق یکسان قانون باشند، بسیار بعید است که این تحرکات تصنعی حکومت منتج به نتیجه باشه که اون خاص مردم و اون خاص عدالت پیشگان است. موضوعی که شما مطرح ساختن و اسنادی که شما ارائه کردین این طبعا قابل پیگیری است، ولی تا معلوماتی که ما تقریبا در جریانش هستیم از ریاست محترم نایه پرسیدیم، حاکی از این است که در همین قسمت هایی که شما گفتین در اونجا یک دعوی حقوقی
هم جریان داره که هنوز هم باز است و هنوز فیصله نهایی محکمه نشده که اونجا کسای ادعا کرده سر بعضی ملکیت های دولتی قبلا و احاله شده به محکمه و به قضایای دولت که این تحت پیگرد قرار داره و طبعا وقتی که جزئیات بیشتر روشن شد و نتیجه محکمه آمد و حتما خدمت شما و تمام شهروندای عزیز خود شریک خواهد شد. خوشبختانه رهبری شهروالی کابل یک تصمیم بسیار جدی داره و به محض اینکه گزارش های به دست به اوره مورد تحقیق قرار میده در صورتی که ثابت شود که هر در هر ردی که باشه هر یک از منصوبین شهروالی کابل بدون در نظر داشتی که در کدام موقعیت و در کدام موقف قرار داره اونا را رهبری شهروالی کابل به ادارات عدلی و قضایی معرفی میکنه و چون شما میدانند موضوع صلاحیت تحقیق و پیگیری از صلاحیت های ادارات محترم عدلی و قضایی است ولی شهروالی کابل رهبری شهروالی کابل با جدیت تمام به این کار میپردازه و اینا را معرفی میکنه چنانچه ما پیشتر گفتم در دو سال گذشته موارد بسیار زیادی داشتیم که معرفی شده و مورد پیگرد قرار گرفته که بعضیش از سوی ادارات محترم عدلی قضایی اونا سلب آزادی شده به محبس رفته که بعد از اینکه محکمه فیصله کرده بعضیشان در جریان تحقیق اگر بیگناه ثابت شده دوباره رها شده که در مجموع چیزی گفته میتونم این است که اعتقاد جدی وجود داره و رهبری شهروالی کابل مصمم است در قسمت مبارزه با فساد و جلوگیری از غصب املاک و تمام مصادیق فساد. چگونگی دعوای حقوقی بالای ملکیت های منطقه باغ قاضی و ادعای تلاش غصب آن در حال انتقادات تند را متوجه نهادهای حکومتی به ویژه شهرداری کابل می سازد که به گفته دکانداران این منطقه ارزش هر بس و زمین در باغ قاضی $400,000 آمریکایی است و زمین هایی که تحت دعوا قرار دارند بیشتر از 10 جریب زمین را احتوا می کنند.